به به، بریم با هم مراحل تهیه این گمش کباب گیلانی رو ببینیم. امروز یک گمش کباب گیلانی، یکی از غذاهای بسیار خوشمزه سنتی کشورمون رو به شما یاد بدیم. اولین کار میخوایم گوشت رو مزه‌دار بکنیم. همون روش که مزه‌دار میکنیم پختش هم همونجور انجام میدیم. گوشت رو من اضافه میکنم داخل همون ظرفی که میخوایم تبخش رو انجام بدیم. بعد گردو میریم سراغ سبزی محلی، چوچاق. فقط آب پیاز رو نباید بگیرید، پیاز باید آبدار باشه. بله. چند تا پیاز این پیاز این 300 گرم پیاز. بعد رو روبه انار ترش محلی اینجا اضافه میشه. یعنی باز آب انار ترش، دقت بکنید آب انارش استفاده نشه. سبزی جعفری، یه مقدار جعفری رو میخوام نگه دارم برای روی این غذا وقتی که میخوام پختش انجام بدم. حالا یه انار، باز دونه انارم برای روش میخوام نگه دارم. یه مقدار نمک اضافه میکنم، نمک رو حتما تست کنید بعد در انتها. گلپک عطر بسیار خوب و خوشمزه ای داره، میتونه غذا رو خیلی خوش عطر کنه. فلفل سیاه، باز عطر فلفل سیاه و مزهش و دونه انار ترش. در انتها موقعی که میخوایم تفتش رو انجام بدیم روی گاز بریم، مقداری روغن با اضافه کنیم. یه مقدارم اینجا اضافه میکنم، کمک میکنیم به روغن گردو و بعد از اون پختش با روغن گردو. دوستان اینم مواد ما بعد از یک ساعت استراحت. حالا وقتی شو ساعت؟ خب بریم سر جان، ما الان باید موادی که قبل روش اضافه کنیم و انجام بدیم. میریم سراغ ادامه جعفری. بله، چون تو مرحله اول کم اضافه کردیم، امتحان کردیم دیم نیاز داره. تو این قسمت باز گلپر، پودر دانه انار ترش، یه مقدارم خود دانه انار اضافه میکنیم. خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه میکنه. و مقدار کمی هم آب انار. روغن هم که تو مرحله اول اضافه شد، ادامه‌ش هم با روغن خود گردو پختش انجام میشه. میریم روی حرارت، شده رو کم میکنیم و اجازه میدیم کاملا مخفوق بشه. خیلی هم عالی. زنگ داخل این گمج نشون بده. ببینمش. تمام شده. به به. جانم چه ریز جوش هم میزنه آقای نمازی. یه رو دیگه آماده است، چون الان به قول افتاده و این روغن گردو هم خارج شده. آقای نمازی آماده شد؟ بله بفرمایید آقا. جانم چه بخاری، چه عطر و بویی. سعید جان هر چی این بمونه جا افتاده تر و از لحاظ رنگی بهتر میشه. درسته الان پخته شده، آماده است گوشت ما، ولی وقتی میخوایم روغن گردو خیلی خوب پس داده بشه، حتما با اجازه بدیم 2 ساعت یا 3 4 ساعت حداقل بمونه ریز جوش، ریز بمونه جا بیفته. نگاه کن چی شده. باید با برنج ایرانی این غذا رو میل بکنن، غذای بسیار خوشمزه. چجوری شده؟ تمام. خیلی خوشمزه است. واقعا من یاد این خونه‌های مام بزرگا میفتم، اون عطرش و اون گوشت خوشمزه. چون از فیل استفاده کردین انقدر نرم شده. راستم نرم میشه. اگر راستم استفاده فقط تایمش هم بالاتر میاد، راستم کاملا نرم و ترد میشه. خدای خیلی خوشمزه. ولی فیل خیلی لذیذه.